خراش دادن. خراش برای چی؟ برای اینکه اون رو کشش برداشته بشه و آلومینیومش ظاهر بشه. خب میبینید که یه برش های دایره ای سر تا سرش ایجاد کردم. اگه به پوسته این قوطی هم نگاه بکنید، ببینید این مسیرهای دایره ای رو شما به خوبی مشاهده میکنید. خب حالا این محلول نیم مولار مثل دو کلیدا میزم داخل این قوطی آلومینیوم، چه اتفاقی میفته؟ پیشگویی نمیکنیم. تو آزمایش که اصلا میام که آزمایش انجام بدیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. تا سه چهارم قوطی را از این محلول پر میکنم. یه بار دیگه میگه دای آسه محلول چی بود؟ محلولمون مثل دو کلورید سیلیو سیل دو و قوطیال قوطیال که از جنس آلومینیوم هست، قوطی رانیه که از جنس آلومینیوم هست. من قوطی آلومینیوم میزنم به این ترتیب هست. برای چی داخل اینجا میزنیمش؟ خودتون بعدن متوجه میشید که علت این که این محلول گذاشتم داخل اینجا چی هستش؟ چرا قوطی تو ظرف پلاستیکی گذاشتم؟ خب این آزمایش چند دقیقه طول میبره تا انجام بشه و اون تغییرات ظاهر بشه. برای همین آزمایش بعدی فعلا میذاریم که تغییراتی که میخوایم ظاهر بشه. میریم سراغ بعد. این طرف اگه میشه به ایسی شما. خب بچه های عزیزم چه بعدی که میخوام برای خود انجام بدم به حالت نایش شبیه و شبیه دقت کنید شبیه تر که جزء آزمایش های کلینیکی آزمایش های مربی هست که تا به آزمایش کنید. داخل این لونه هایش من ده میلی تون ریختم. چرا در این لونه بستم؟ چون که اصلا سریع میشه. برای همین دشکا کنه بندمش. خب شوهای عزیز این معرف یا شناسایگر کریستال ویوله هست. دقت کنید توی این آزمایش شنای کریستال ویولا استفاده میکنیم باید رقیق باشه. اگه غلیظ باشه جواب بده، نه اینکه جواب نده یعنی به خوره به خطری رقیق بودن بده. برای همین من دو قطره از شناساگر فنوفترین که آماده بود و خیلی غلیظ توی این علبه بهش آب اضافه کردم. آب مقطر هستش در تا نمودارن 10 میلی آب مقطر من برداشتم. اجازه بدید حدود 10 میلی آب مقطر این داشتم من و حرف چیه؟ سدیم کلرید تمام. خب طبق دستور کتاب گفته در یه آقای قاسمی بله صدای مقدار خانم کریمی خیلی داره اگه یه وقت امکان داره، چون که وقتی بخار میشه بخاراتش مشکل ایجاد میکنه برای سیستم تنفسی. خب بچه ها طبق دستور کتاب یکی دو قطعه از این شناساگر را من به این استون ها اضافه میکنم. ببینم چه اتفاق میفته. اگر چیزی لازم دارید بگید براتون بیارم. اون ظرف اصلی برای من بیارید چون این کوچیکه‌ام. همین بیارید خانم. داش باز کنید. حالا همیزن بچه ها چه اتفاق افتاد؟ ببینید یک مخلوط یک نواخت تولید شد. یعنی یه مخلوط داریم ما کریستال ویوله در استون هست، درسته؟ حالا طبق دستور کتاب آب را به این مخلوط همیزن
شبیه شبیه را در خود حل میکند، استون و آب در هم حل شدن و اون ماده کریستال ویوله رنگیه در سر تا سر این محلول پخش شده. درست شد؟ خب حالا مقداری نمک طعام بهش اضافه میکنم، سدیم کردیم. ببینید مقداری نمک طعام بهش اضافه میکنه. خب هم میزنم سب هم قدم متوقف متوقف کنیم و سب کنیم. خب اجازه میدم اون در خیلی بندم داخلش گیاره سیدیم داریم محدود خب نمک تمامی که اول کم بازم اضافه کردم. خب الان فکر کنم دو فاز بچه ها اگه اینجا رو نگاه کنی این قسمت یه این شد دو تا فاز جداگانه است. رنگ این بنام ببینید بچه های عزیزم ببینید این چه چیزی نشون میده. بچه ها کریستال ویوله ستون حل شده و اون ساده که شما لایه رنگیه میبینید سدیم کلرید یا نمک طعام در آب حل شده و پایین ایستاده. اضافی نمک طعام هم که این رسوب کرده. چرا بچه ها این اتفاق میفته؟ علتش چیه؟ اولش خوبی نگاه کنید دقیق مشاهده تو ذهنتون بیم من میتونم شما دیگه شده شده کریستال اون بالا تو استون حل شده سدیم کلرید اون پایین توی آب حل شده چی شده خب چرا با افزودن سدیم کلرید مولی که یک محلول ما در استون و کریستال ویوله بود و کاملا یک نرگش برای چی دو لایه این شد وقتی نمک تمام اضافه کردیم؟ خب بچه ها آب و استون بینشون چه جایی؟ پردامونه یه لحظه اجازه بدید آقای کلانتری شما اما به محض این که من سدیم کلرید را به مقدار لازم اضافه کردم و اونا هم زدم مخلوط ها دو لایه ای شد اون شناساگر کریستال ویوله به همراه استون یه لایه تو بالا تشکیل داد سدیم کلرید به همراه آب یه لایه پایین تشکیل داد. علت چیه بچه های عزیزم؟ علت اینه که گفتم براتون آب قطبیه استون قطبیه با هم جاذبه دو قطبی تشکیل میداد و طبق قاعده شبیه ما در خود حل میکنند هر دو قطبیه و در هم حل میشن مخلوط ما یک نواق یا محلوله. اما وقتی که سدیم کلرید رو اضافه کنیم سدیم کلرید در آب یونهاش از هم جدا میشه Na مثبت و Cl منفی. بین یونهای سدیم و یونهای کلرید با مولکولهای آب جاذبه دو قطبی یونی تشکیل میشه. مولکولهای قطبی آب با یونهای سدیم و کلرید جاذبه خیلی قوی دو قطبی یونی میدن که قوی تر از جاذبه دو قطبی بین استون و آبه و این باعث میشه که استون و آب از هم جدا بشن و سدیم کلرید در آب حل بشه و دو لایه‌ای بشه مخلوط ما. خب بچه متوجه شدید این قسمت رو که من میخوام دیگه دوربین رو فعال کنم. خانم کلمی خیلی عالی بود، صدا خیلی خوب بود و فکر کنم همه عزیزم دقت کنید تو این آزمایشی ما یه قوطی رانیه برداشتیم درش رو بریدیم و داخلش به صورت دایره های موازی ما هم یه سری خراش ایجاد کردیم. برای چی؟ برای اینکه اون روکشش برداشته بشه و لایه آلومینیومیش ظاهر بشه. خب
بعد محلول تهیه کردیم نیمولار از مس دو کلورید CuCl2 و داخل این قوطی رانی ریختیمش. بعد قوطی رانی من گذاشتم، قوطی رانی که داخلش محلول بوده من گذاشتم داخل این ظرف پلاستیکی. حالا متوجه میشه خودتون که علتش چیه که داخل ظرف پلاستیکی گذاشتمش. حالا که همین دوربین فعال کنید. خب یه لحظه من این کامنت رو رد کنم. بچه ها نگاه کنید، این قوطی رانی بود، داخلش خراش ایجاد کرده بودیم و مثل دو کلورید ریختیم. خب بگید آقایا. ببینید بچه ها، همونطور که شما میبینید محلول داخل قوطی رانی ریخته تو ظرف پلاستیکی، نشون میده که قوطی رانی ما سوراخ شده. اگه خوب دقت کنید بچه ها، ببینید بچه ها، از اینجا سوراخ شده، ببینید یا نه، این دیگه سوراخش کاملا معلومه، از اینجا سوراخ شده بچه ها، از اینجا سوراخ شده. خب از چند جا سوراخ شده. حالا من یه قوطی نگاه کنی، خوب نگاه کنی بچه ها، من یه قوطی هم میپیچیم. بیا چطور شد؟ این قوطی پاره شد. شما اگه یه قوطی رانی بردارید بخواید قوطی رانی پارش کنید، هرگز نمیتونید قوطی رانی سالم رو به این صورت پارش کنید. ببینید بچه ها، این ماده قرمز رنگ، خوب نگاه کنید براتون بگم چیه. این ماده چیه؟ قرمز رنگه. قوطی رانی هم که پاره شد، پاره شدن قوطی رانی، ظاهر شدن ماده قرمز رنگ، این هم رنگ محلول که کاملا تیره شده. محلولی که اولی بار سبز روشن بود، حالا یه محلول تیره شده. حالا میخوام این تغییرات، پاره شدن قوطی، تیره شدن رنگ محلول، ظاهر شدن ماده قرمز، نشان از انجام یک تغییر شیمیایی هستش. حالا این تغییر شیمیایی چیه؟ دید پای تابلو. حالا این کاری تشکر دید؟ بله. بچه های عزیزم، این واکنش بالایی نگاه کنید، این واکنش بالا بالا نگاه کنید، بین آلومینیوم و محلول مثل کلورید این واکنش رخ میده. دو AL جامد به اضافه 3 CuCl2 AQ میدهد دو ALCl3 AQ به اضافه 3 Cu. این ماده قرمز رنگی همون فلز مسی. خب. یعنی از این واکنش مس به وجود اومد که به رنگ قرمز روی قوطی رانی نشست. حالا چرا بچه ها رنگ سبز محلول پایش بده؟ عامل ایجاد رنگ سبز در این محلول چه بود؟ سیود مثبت. یون سیود مثبت عامل ایجاد رنگ سبز این محلول یا کلن CuCl2 عامل ایجاد رنگ سبز. چون در این واکنش CuCl2 مصرف میشه، غلظتش کم میشه و رنگ سبز محلول کاهش پیدا میکنه. چرا تیره شده؟ چون مثل قرمز رنگ داخل این محلول شناوره. درست شد؟ هنوز کامل تعریفش نشده. همین که من تکونش دارم این ظرف پلاستیکی شناور شد و تیره رنگ شد. اگه سوالی از این آزمایش دارید بفرمایید. اگه وایسام خوب نیست بگید تا اون نگاه کنید، وایس دوباره حساب کنید. خب بچه ها اگه سوالی از دست بگیرید تا من میکروفون پر. جنگل سیاه. خب دانش آموزان عزیزم، این آزمایش مربوط به آزمایش جنگل سیاهه. یعنی چی جنگل سیاه؟ حالا براتون ببینید، این ماسه نرمه، من با این ماسه نرم یه تپه درست کردم و یک حفره روی نوک این تپه درست کردم. خب حالا چیکار میکنم؟ این حفره درست شد با استفاده از قطر چکان داخل این حفره رو از الکل خیس می‌کنم. بعدا متوجه میشید که نقش الکل توی این آزمایش بچه های عزیزم چیه؟ علت اینکه ماسه نم برداشتم اینه که الکل‌ها روی اینجا بمونه، پایین نره، همین لایه سطحی خیس بخوره. اگه شم باشه الکل‌ها میره پایین. این مخلوط 1 گرم جوش شیرین و 4 گرم شکره که من ساییدم. برای چی ساییدم؟ همونطور که انشاءالله سال هم در ادامه شیمی دوتون فصل دو میخونید، ساییدن باعث میشه ذره‌های واکنش دهنده ریزتر بشن، سطح تماس بیشتر بشه و سرعت واکنش افزایش پیدا کنه. میریزمش داخل این حفره. یه بار دیگه بگید اینا که ریختین چی؟ مخلوط 1 گرم جوش شیرین و 4 گرم پودر شکر و 4 گرم شکر که ساییدمش.
ریش شیرین و پودر شکر. پودر شکر. خب. حالا بچه ها دقت کنید. حالا اینجا بچه ها خیلی مهمه دانش آموزان عزیزم. یه لحظه اجازه بدید ویدیو ما توقف شده چرا؟ خب بچه ها پس یه تپه ماسه‌ای یه حفره روی نوک تپه ایجاد کردم، داخل حفره رو با الکل خیس کردم، مخلوط 1 گرم جوش شیرین و 4 گرم شکر را که حسابی ساییده بودم ریختم داخل این حفره. حالا بچه ها الکل را روی مخلوط نریزید، دور تا دورش رو خیس کنید، دور تا دور این حفره را با الکل خیس کنید، به هیچ وجه الکل روی خود مخلوطتون نریزید. اگه بریزن چی میشه؟ خوب جواب نمیده خانم کریمی. حالا الکل ظرف الکل را دور میکنه که نزدیک آتش نباشه. علت چیه؟ خب الکل یک ماده آتش میده سریعا مشتعل میشه. حالا با استفاده از کبریت الکل ها را شعله ور میکنم. من با استفاده از کبریت الکل ها را شعله ور کردم. چند دقیقه طول میکشه؟ به محض اینکه هسته های اولیه آزمایش هسته های اولیه جنگل نمایش ظاهر شد، ما میریم سراغ بخش آزمایش های شیمی فیزیکمون، بعد برمیگردم من اینجا ادامهشو میبینم. چرا چون این آزمایش چند دقیقه طول میکشه. ببینید بچه‌ها، ببینید وسط اینجا خانم کریمی داره یه سری هسته های سیاه رنگی ظاهر میشه، درسته؟ بله. بعد توضیح میدم که چیه. خب بچه این لکه های سیاه رنگ که داره میاد بیرون رو خوب توجه کنید بهش. من براتون توضیح میدم که چیه و آخر سر هم لطف کنه خانم کریمی بعد از انجام آزمایش های فیزیک مجدد یه عکسی از این میگیرم براتون میفرستم. ببینید اینا داره روش میکنه، اون سیاه ها داره روش میکنه. خانم شبید بریم سراغ تابلو، من توضیح بدم و بریم توی آزمایشگاه فیزیک. خب شما تا به تابلو، من اینجا رو بگیرم. بچه میبینید این تیکه های سیاه رنگی که داره به وجود میاد؟ خب بچه میبینید این تیکه سیاه رنگ داره رشد میکنه و میاد بالا. الان رشدش اگه ببینید سریع‌تر از حالت قبل شد. خب چون مشخصه دیگه حرارت داره به همه جای ماده منتقل میشه، این واکنش سریع‌تر میکنه. خب معمولا آزمایش شیمی برای اینکه جواب نهایی بده یه مقدار زمان بره. یه پای تا اونو توضیحشم بده این خودش انجام میشه کنیم گریم باش. بعد عکس میگیری برای بچه های ارسال بفرمه. خب میخوام توضیح واکنش رو بده. ببینید دانش آموزان عزیزم، شما سال گذشته آشنا شدید با این موضوع که اگر روی پیکان واکنش علامت مثلث بگذاریم میخونیم دلتا، یعنی واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن واکنش میدهند. خب در این واکنش این ماده یعنی شکر یا ساکاروز، این ماده بر اثر حرارت تبدیل میشه به کربن که همون زغاله و بخار آب. این از این جوش شیرین یا سدیم هیدروژن کربن، سدیم هیدروژن کربن بر اثر حرارت تبدیل میشه به سدیم کربنات به اضافه کربن دی اکسید و چی؟ و بخار آب. حالا بچه های عزیز خوب گوش کنید، این کربن دی اکسید، این بخار آب اینجا و این بخار آب وقتی که میخوان داخل این مخلوط ما بیان بیرون باعث میشن که این زغاله رشد کنه، پف کنه،
مثل اون وقتی که مثلا میخواد مامانتون توی خونه پر رنگش کنی، مامانتون توی خونه میخواد کیک بپزه، اون مخمر یا اون مایه خمیر را بهش اضافه میکنه، اون مایه خمیره چیکار میکنه؟ اون بیکینگ پودره چیکار میکنه؟ باعث میشه که مخلوط ما پف کنه. بچه ها اینجا هم موقعی که این بخارهای آب و کربن دی اکسید میخوان از مخلوط خارج بشن، باعث میکنن بشن که اون زغال رشد کنه و به صورت یک ستونی بالا بیاد، عین اون تنه یک درخت. درست شد؟ برای همین بهش میگیم جنگل سیاه، که کلمه سیاهش به خاطر ظاهر سیاهی چیه؟ کربنی که این واکنش تولید شده. خب بریم دوباره نگاه کنیم. خیلی قشنگ جواب داد. ببینید بچه ها دلست من اون طرف بفرمید. خب بچه این کربونیه که حاصل از این سوختن آزاد شده. تجزیه، یه واکنش تجزیه هستش. سکرات تبدیل شده به کربن و بخار آب، کربنش داره به این صورت بچه ها رشد میکنه و مثل یه تنه درخت سیاه شده. باشه اگر این آزمایش سوالی دارید بفرمایید دست بگیرید، اگر نه بریم مثلا مبحث فیزیک. خب میفرمایند بچه‌ها که عناصر سازنده ساکاروز را نام ببرید. کربن، هیدروژن و اکسیژن. کربن، هیدروژن، اکسیژن. بله. کربنش به صورت کربن جدا میشه تو تجزیه شدن، هیدروژن و اکسیژنش هم به صورت آب خارج میشه. چرا اسم این آزمایش رو گذاشتن واکنش تجزیه؟ یه بار دیگه لطف کنید. به علت اینکه یک ماده به دو تا ماده دیگه تبدیل شده. واکنش هایی که در آنها یک ماده یک واکنش دهنده به دو یا چند فراورده تبدیل شود را واکنش تجزیه میگویند. خب بچه ها پس توی کتابتون جواب این پرسش ها رو دادن بنویسین. اون واکنش هم که دیگه کامل شد. آقای کلانتری هستی شما؟ بله بله، حالتون خوبه؟ خسته نباشید. آقای کلانتری، یک کتابی هست از خانم دکتر نکویی، راهنمای آزمایش های شیمی. خانم دکتر تمام آزمایش ها را انجام دادن و به صورت عکس گرفتن، خیلی واضحه، به صورت پی دی اف هستش. میتونید اینو دانلود کنید یا من تو زنگ استراحت براتون ارسالش کنم. اگر زحمت بکشید که خیلی هم خوبه. ممنون. موفق باشید. خب بچه هم میبینی که این جنگله داره رشد میکنه. خانم کریمی تا حالا این آزمایش هم اینطوری جواب نداده بود. اینه مدیون خانم دکتر نکویی هم که گفت ماسه هات باید نرم باشه که الکل نره پایین. خب پس آقای کلانتری که بچه سوالی ندارم ما بریم آزمایشگاه فیزیک. نه فقط میپرسن که این اگه لمسش کنیم مثل زغال سفته یا نرمه، که من جواب نمیشم. این بسیار نرمه و پودر میشه. ببینید حالا بچه‌ها هی فهمیا چون میخوام نه میخوام عکس بگیرم برای خانم دکتر نکویی بفرستم تو گروه بذارم. بعد بچه‌ها بعد اینکه عکس گرفتم برای آنلاین فیزیک، خانم دکتر نکویی یه فیلم کوتاه میگیره که من وقتی لمسش کنم پفه، اصلا میپاشه از هم. اینو آخر سر ما میایم دوباره بهتون نشون میدیم بچه‌ها. چه قشنگ روش کرد. خب من بچا میکروفون دوربین رو قطع میکنم تا جا به جا بشید. بچا منبع تغذیه یه مولتیمنت بچا وسیله ایه برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی جریان ولتاژ مداد میتونی ازش استفاده کنی در صورتی که روی رنج مورد نظر قرارش بدید. اگر که مولتیمتر رو نگاه کنید، آیا علیه همین رو بریم نزدیکم. اگه مولتیمتر رو نگاه کنید بچه ها، چهار تا جای فیش داره. این قسمت کام جاییه که یک فیشمون به طور ثابت اینجا قرار میگیره. اگر بخوایم ولتاژ یا مقاومت رو اندازه گیری کنیم، اون یکی فیش اینجا قرار بگیره. در صورتی که بخوایم جریان اندازه بگیریم، بستگی داره که جریان تو رنج میلی آمپر باشه یا تو رنج آمپر، توی یکی از این فیش ها قرار میدیم. خب حالا من میخوام جریان رو اینجا اندازه گیری کنم، یکی از فیش ها رو میذارم تو قسمت کار، یکی از فیش ها رو میذارم تو قسمت، معمولا از رنج بالاتر شروع میکنی
که اگر جریانمون یهو زیاد بود مشکلی برای دستگاه به وجود نیاره. بعد اگه دیدیم رنج جریانمون پایینه میتونیم اونو بیاریم روی میلی آمپر. خب حالا اینجا یه قسمت تنظیم داره، اگر نگاه کنید اینجا ولتاژ متناوب، جریان متناوب، از رو علامتی که این بالا داره بچه، این علامت حالت سینوسی یعنی متناوبه، این مربوط به جریان مستقیم، آمپر مستقیم، با این قسمت اگر تنظیم بشه باهاش ظرفیت خازن بر حسب فاراد اندازه گیری میشه. اینجا برای اینی که مقاومت اندازه گیری کنیم اگر بخوایم باید حالا با توجه به رنجش توی چه رنجی هست اینجا قرار بدیم، از 200 او، 2 کیلو او، 20 کیلو او تا آخر. و این قسمت هم مال ولتاژ جریان چیه؟ مستقیمه. خب الان ما میخوایم جریان مستقیم رو اندازه گیری کنیم و روی رنج 10 آمپر. پس من میام اینجا جریان مستقیم روی 10 آمپر اینو فعلا قرار میدم و توی مدار آمپرسنج به صورت موازی قرار میگیره. ببخشید. آمپرسنج به صورت سری قرار میگیره. خب اینجا منبع تغذیه یک سر آمپرسنج رو وصل میکنیم به یک قطب منبع تغذیه، اون یکی فیش رو به قطب منفی وصل میکنم. ولتاژ و منبع تغذیه رو من میتونم روی 9 ولت یا 12 ولت تنظیم کنم برای این آزمایش. خب ببینید بچه، پس برای این آزمایش چیزایی که نیاز داریم، یه منبع تغذیه، سیم‌های اتصال، آمپرسنجی که به صورت سری بسته میشه، آمپرسنج بچه همیشه به صورت سری بسته میشه، ولتاژ به صورت موازی و مغز مداد. میخوایم ببینیم که وقتی مغز مداد توی مدار قرار میگیره جریان به چه صورتی تغییر میکنه. قبلش من یه توضیح بدم به شما، یکی از عواملی که بر روی مقاومت رسانا مؤثره دماست. دما وقتی افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا کنه مقاومت رسانا تغییر میکنه. با افزایش دما مقاومت رسانا زیاد میشه، با کاهش دما مقاومت رسانا کم میشه. الان میخواییم اثر دما رو روی مغز مداد که میدونید جنسش کربن به صورت گرافیته. ببینید. خب. بچه قبل از اینکه من نتیجه گیری کنم میخوام مشاهده کنم. بعد از مشاهده هم نتیجه میگیرم. شما چیزی که باید دقت کنید اینه که وقتی که هر دوش دیده بشه لازم. اینو بیان کنم. وقتی که جریان بس میشه ببینید که عدد آمپرسنج کم میشه یا زیاد میشه. خب الان مشخصه؟ صفحه این هستم چون منفی ازا جاشم. خب بچه عدد جریان منفی نشون میده، این نشون میده که باید فیش ها رو جا به جا بکنید تا درست بشه. من فیش ها رو جا به جا کردم. خب اول زیاد شد 98، الان داره کم میشه، از 2.98 رسید به 2.73. اول زیاد شد بعد کم شد. شکل مغز مدادم بچه نگاه کنید، انقدر داغ شده که کم شد. 1.7، 1.6، 1.5. خب بچه میخوام اینو با دقت نگاه کنید، جریان کم شد، جریان کم شد و مغز مداد اگه نگاه کنی به شدت نازک شد. میخوایم ببینیم چرا جریان ابتدا افزایش پیدا کرد دوباره کاهش پیدا کرد. من این آزمایش یه بار دیگه وقتی توضیح دادم براتون انجام میدم که با دقت ببینید چرا مقاومت اول زیاد شد و جریان اول زیاد شد و بعد کم شد. ابتدای کار که جریان برقرار میشه گرافیت شروع میکنه به داغ شدن، یعنی دماش افزایش پیدا میکنه.
در مورد یک رسانه‌ای معمولی ما انتظار داریم با افزایش دما مقاومتش افزایش پیدا کنه و جریانی که از مدار عبور می‌کنه کم بشه. بذار من رابطه رو بنویسم. آی بی آره به علاوه آ. خب مقاومت وقتی که افزایش پیدا بکنه جریان مدار کاهش پیدا می‌کنه. در مورد رسانه‌ها اینجا تصویر دارن آقای، در مورد رسانه‌ها وقتی که دما زیاد بشه دما افزایش پیدا بکنه مقاومت رسانه افزایش پیدا بکنه طبق این رابطه و در نتیجه جریان مدار کم میشه. چیزی که ما اینجا دیدیم وقتی که دما زیاد شد در اثر عبور جریان گرافیت ابتدا جریانش شروع کرد به زیاد شدن. خب چرا زیاد شد؟ این نشون میده در مورد گرافیت وقتی دما زیاد بشه برخلاف رسانه ها مقاومتش کم میشه. گرافیت جزء مواد نیمه رسانه هست. گرافیت جزء مواد نیمه رسانه هست. توی نیمه رسانه ها با افزایش دما مقاومت کم میشه و با کاهش مقاومت جریان مداد افزایش پیدا میکنه. اما دلیل این که بعد از چند لحظه چند ثانیه دوباره مقاومت رو به کاهش رفت. چرا دوباره مقاومت رو به کاهش رفت؟ رابطه ای که ما برای مقاومت بر اساس ساختار ماده داریم رو ال به آ، جنس ماده، طول ماده، سطح مقطع ماده. وقتی که مغز مداد میسوزه نازک میشه، هی لایه های رویش میسوزه جدا میشه و سطح مقطعش چی میشه بچه ها؟ کم میشه. وقتی سطح مقطع کاهش پیدا کنه مقاومت به شدت افزایش پیدا میکنه. پس چرا بعد از چند ثانیه جریان کم شد؟ چون این دفعه اثر کاهش سطح مقطع باعث شد مقاومت رسانه نیمه رسانه های ما افزایش پیدا بکنه. با افزایش مقاومت جریان کم شد. یه بار دیگه بچه ها من آزمایش رو برای خیلی مغز مداد انجام میدم که ببینید. ماسکتون رو باید الان آنس دارم نه مشکل نه البته نفس دارم میگیره ولی خب خب باشه دقت کنید عدد آمپرسنج رو ببینید توی چند ثانیه خیلی کوتاه عدد زیاد و بعد ولتاژ بیشترش کنم چه ولتاژ بیشتر. خب 4:47 شروع کرد پایین اومد سریع. یه بار دیگه میخواین انجام بدید؟ آره اولش خیلی سریع با هم 9 ولت بکنم بهتر باشه بالا رفتنش بهتر. آره یهویی آره خیلی داغ میشه دو و نوه سه سه و یک دهم سه و هفت دهم سه و نه دهم شروع کرده پایین اومد الان دوباره رفت رو به کاهش دو و هشتاد دو و هفتاد دو و شست. خب حتی تغییرات شکل مغز مدار، مغز مدار شروع به نازکتر شدن میکنه در نتیجه سطح مقطعش کمتر میشه مقاومتش بیشتر میشه. خب الان انقدر نازک شد که قطع شد اصلا اگه ببینی بگیرم دوباره این سر است خیلی نازک میشدیم مشخصیم حالا اینجا حالا بس ها میگیرم دیگر مشخصه آره میبینم بچه خب بچه در مورد این آزمایش اگر سوالی دارید بپرسید اگر نه بریم آزمایش بعدی چه ساعت رو من بگید ساعت چنده یه لحظه 9:05 خب زمان داری بچه ها سوالی نداری؟ اگر کسی سوالی داره دست بگیره آقای کلانتری اگر جایی این آزمایش سوال هست برای بچه ها بگید من توضیح بدم وگرنه میخوام آزمایش بعد بشید کنم. خانم کریمی ممنون خیلی عالی بود توضیحاتتون خیلی کامل بود.
یکی از بچه ها میپرسه همه نیم رسانه ها با گرم شدن مقاومتشان کم میشه؟ بله بله، کلا ویژگی نیم رسانه ها اینه که وقتی که دماشون افزایش پیدا بکنه رسانه‌ایشون بهتر میشه، یعنی مقاومتشون کاهش پیدا میکنه برخلاف مواد رسانه که با افزایش دما مقاومت رسانه افزایش پیدا میکنه، یعنی رسانه‌ایش کم میشه. خب میشه شکل وصلش به منبع تغذیه رو نشون بدین؟ وصل چیو؟ یه مدار ساده است. آه، یه مدار ساده است. بذارید من دوباره نشون بدم. ببینید؟ یه بذارید اون طرف. بچه ها نگاه کنید. اولا که جریان مستقیم. گفتم بعد. جریان مستقیم. یه قطب مثبت داری، یه قطب منفی داری. میتونم با متناوب باشم. با متناوب جواب میده. حالا ما طبق گزارش کتاب با مستقیم انجام دادیم. اینو وصل میکنیم. خب یه سرم به آمپر سنج. برای این آزمایش من از فیشی استفاده میکنم که یه سرش سوسماری باشه برای اینکه بتونم مغز مداد و زیر این فیش نگه دارم. میشه دقت کنید اینجا چون دو تا سیمه، من سیم مشکی رو اگر وصل کنم باید از همون سیم مشکی استفاده کنم. الان این مداریه که من دارم به این صورت. خب یه مدار ساده فقط یک شاخه داره، منبع تغذیه آمپرسنگ موتیمت و اینم که مغز مدار. اینجا هم مدارش براتون میکشم. اینجا منبع تغذیه، قطب مثبت و منفی، آمپرسنج به صورت اینم مغز مداد. مداد همینه. خب و ما هیچ مقاومتی دیگه سر این راه قرار نمیدیم برای اینکه اثر افزایش دما روی مغز مداد ببینیم. خب آزمایش بعدی که بچه ها میخوایم انجام بدیم قرار دادن رئوستا درون مدار. ببینیم رئوستا چجوری میتونه جریان مدار رو تغییر بده، چه اثری روی مدار داره و ضمن این آزمایش مقاومت الکتریکی رسانه رو هم اندازه گیری کنیم. خب مدار چجوری میبندیم و چیزایی که لازم برای این آزمایش بچه ها علاوه بر آمپرسنج به ولت سنج نیاز داریم. من برای ولت سنجش میتونم از مولتیمتر استفاده کنم، میتونم هم از یک ولت سنجی که درجه بندی داره استفاده بکنم، فرق نمی کنه. البته مولتیمتر رو عدد دقیق تری رو نشون میده. به این فیلم نیازی نداریم. اما در مورد رئوستا هست دوری؟ قبل از اینکه وصل کنم مدارا، رئوستا رو ببینید چیه. رئوستا یه سیمه با مقاومت زیاد که روی یک استوانه نارسانا بسته شده. این مقاومت، اینم استوانه که روش بسته شده. چند تا جای ورودی خروجی داره؟ نگاه کنید، یه فیش اینجا داره، یه فیش اینجا داره، یه فیش هم اینجا داره. خب این فیشی که قرمز رنگه وصل به این لغزنده، این لغزنده میتونه جا به جا بشه. خب حالا چطور لغزنده که تغییر بکنه طول سیم درگیر را تغییر میده و در نتیجه مقاومت ما تغییر میکنه؟ من اینو براتون توضیح میدم بچه‌ها. یک سر از این رئوستا رو وصل میکنم به یک قطب از منبع تغذیه. این یه فیش. خب نگاه کنید این طرف دو تا خروجی داریم. چرا دو تا خروجی؟ الان براتون توضیح میدم. من فعلا وصل میکنم به خروجی متصل به لغزنده. برای اینکه تغییرات توی مدار ببینیم بچه ها، من یه لاب هم کنار رئوستا قرار میدم.
این لامپ یه لامپ 12 ولتیه. خب بعدش باید سنجم ببندید، فعلا میخوام اینا رو ببینید. الان بچه جریان مدار صفره، چون منبع تغذیه خاموشه، لاب خاموشه، مدار فقط نگاه کنید. رئوستا دارید، مولتیمتر که روی تنظیم اندازه‌گیری جریان هست، لاب و منبع تغذیه رو من این دفعه روی 15 ولت تنظیم کردم. خب چون رئوستا مقاومتش بالاست. خب روشن میکنم. لغزنده رو ابتدا قرار میدم و بعد تعجا به جا میکنم که ببینید چه تغییری میکنه. خب ببینید بچه ها، این ورودی جریان این قسمت، لغزنده الان اینجاست، یعنی این چند حلقه ابتدایی رئوستا مربوط به سیم ها توی مدار قرار داره، بعد جریان میاد از اینجا خارج میشه. این قسمت اصلا توی مدار نیست، اینقدر از طول سیم درون مدار قرار گرفته. جریان اگر نگاه کنید بچه ها، 34 صدم آمپر رو میلی آمپر قرار دادم، 34 صدم آمپر. خب حالا این خیلی دقت کنید بچه ها، من میارم کنار آمپر سنج، اینم نزدیک قرار نکه لفظنده رو حرکت میدم. خب جریان اول چقدر بود بچا؟ 34 صدم آمپر. لغزنده رو حرکت دادم. ببین مثلا چه گفتم. این قسمت از رئوستا سیمش توی مداره، اینجا دیگه نیست. یعنی جریان میاد اینجا از این سیما میگذره، میاد توی لغزنده از اینجا و توی مدار. جریانی که الان میبینیم 31 صدم آمپر. باز من لغزنده رو بچه حرکت میدم تا جریان مدار تغییر کنه. خب الان نگاه کنید، تقریبا تمام طول سیم دور رئوستا توی مدار قرار داره و جریان شد 30 صدم آمپر. جریان چی شد؟ کم شد. پس با تغییر و جا به جایی این لغزنده، مقاومتی که توی مداره، مقاومت رئوستا تغییر میکنه و روی جریان مدار تغییر ایجاد میکنه. یه بار دیگه من لغزنده رو برمیگردونم سر جاش. جریان الان 34 صدمه، وقتی کمترین طول قرار بگیره و وقتی بیشترین طول قرار بگیره جریان میشه 300. البته نور لامپ هم تغییر میکنه اگر کمش کنی ولتاژ که بیشتر مشخص. خب برای که تغییرات نور رو ببینید بچه ها دقت کنید، من لغزنده رو برمیگردونم تا مقاومت مدار کم بشه. مقاومت مدار که کم بشه میبینی نور لامپ داره زیاد میشه. خب چرا؟ زیاد مشخص نیست. مشخص نیست یکی؟ نور مزاحم بچه ها زیاد داری؟ اشکال نداره. همین که جریان باشه، یه بار دیگه جریان رو نگاه کنی. جریان ولتاژ کم ترش کنی بچه ها، خب طبیعتاً جریان هم کم تر میشه. ببینی؟ خب الان جریان شد 21 صدم 22 صدم. وقتی که تمام طول رسانا توی مدار قرار گرفته رئوستا و الان 25 صدم، چون وقتی که کمترین طول. اما این یکی فیش چیه؟ این چه تأثیری داره؟ بچه اگر این فیش رو وصف کنیم، لغزنده از مدار خارج میشه، یعنی تمام طول سیم رئوستا درون مدار قرار میگیره و تغییرات لغزنده، جریانو میبینن؟ بله. تغییرات لغزنده هیچ اثری روی جریان نداره، چون تغییر طول اتفاق نمیفته، همه طول سیم
همه ی طول سیم درون مدار قرار. خب کار با روستا رو دیدیم بچه ها، اثرش روی مدار، تغییرات مقاومت با تغییر طول سیم بیسون. حالا اگر بخوایم مقاومت یک لامپ روشن رو اندازه گیری کنیم، اندازه گیری مقاومت یک لامپ روشن، برای این کار اندازه گیری مقاومت یک لامپ روشن از قانون اوم استفاده میکنیم و باید ولتاژش و جریانی که ازش میگذره رو داشته باشه. خب جریانی که ازش میگذره با آمپرسنج و ولتاژش رو با وصل کردن ولتمتر. بچه ها دقت بکنید که ولتمتر باید به صورت موازی بسته بشه. یعنی چی؟ خب این ولتمتر نگاه کنید بچه ها، 0، 10 ولت، 20 ولت، 30 ولت، بین 0 تا 10 به 10 قسمت مساوی تقسیم شده، یعنی هر کدوم از اینا 1 ولت رو نشون میده. دو تا فیشی که دارم باید به دو سر رسانه‌های مورد نظر که میخوام ولتاژش رو اندازه گیری کنم وصل کنم به صورت موازی. پس آمپر سنج سری وصل میشه، ولت سنج به صورت موازی. یکی از فیشا دارید بچه ها، بینید الان ولت سنج صفر رو نشون میده. خب با وصل کردن فیش ببینید اومد حدودن بچه ها چند ولته؟ 7 ولت، 7 خورده ای تقریبا. بله. خب بچه ها توی این حالت من عدد ولت سنج رو میخونم. پس نگاه کنید بچه ها یه مدار داریم، من شکل مدارم براتون بکشم. حالا همین اصلاحش بکنیم. اینجا یه راستا داریم، دو راستا بچه ها نمادش توی مدار به این صورته. یه لامپ داریم، لامپ نمادش دایره زرد داره. یه آمپرسنج داریم، یه منبع تغذیه داریم و یه ولتمتر که به دو سر لامپ بسته شد. خب عددی که برای ولتاژ هست اینجا من یادداشت می‌کنم. خب عدد ولتاژ رو می‌خونیم. بله 7 ولت. بله. عدد آمپرسنج هم 22200. از تقسیم این دوتا مقاومت لامپ به دست میاد. خب الان ما به دست میاد. سی و یک و هشت. سی و یک ممیز 8 او مقاومت این رسان است. خب پس بچه الان دو تا آزمایش براتون گفتم، یکی قرار گرفتن اثر روستا توی مدار، روستا برای تنظیم و کنترل شدت جریان، تغییرات شدت جریان توی مدار استفاده میشه، طریقه وصل کردنش هم براتون توضیح دادم، اندازه گیری مقاومت لامپ در حالت روشن هم براتون توضیح دادم. اگر سوالی دارید بفرمایید. بچه ها لطفاً اگه سوالی یا پرسشی دارید بفرمایید. آقای کلانتری اگر سوالی هست ما در خدمتتون هستیم. آقای کلانتری عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. بچه ها پرسیدن که اولا میگن که این 22200 آمپره یا میلی آمپره؟ آمپر. علتش هم اینه که بچه ها نگاه کنید من رنج رو 10 آمپر گذاشتم، اینجا رو نگاه کنید 10 آمپر. اگر روی میلی آمپر گذاشته بودم، خب من میارم اینو مثلا روی 200 نمیخونه. چرا؟ چون 220 میشه. بله. پس الان من نمیتونم رو میلی آمپر اینو تنظیم کنم، چون این میاد روی 220 میلی آمپر و از 200 میلی آمپر بیشتره. روی 10 آمپره، پس واحدش همون آمپر. اگر روی یکی از این میلیا بود، باید اگر روی میلیا بود که نیست الان، باید تنظیم میکردم میلی آمپر رو به آمپر. باید میلی آمپر، ببینید اگر فیش رو اینجا وصل کرده بودم برای یکی از اینا بود، تنظیمات اینجا بود، خب میشد میلی آمپر، ولی الان روی آمپر گذاشتم فیش هم اینجا وصل کرده. سوال دیگری هست؟
میگن که این آزمایش صفحه چنده؟ ببینید آزمایش صفحه 83 کتاب. البته این آزمایش خیلی قسمت های زیادی داره، من دو قسمتش انجام دادم، یکی بستن راستا، یکی اندازه‌گیری مقاومت. پس صفحه 83 مدار و دستگاه های اندازه‌گیری الکتریکیه، قسمت های زیادی داره بچه ها، فقط یه قسمتش رو، دو قسمتش رو خانم کریمی انجام دادن. بحث کردن پتانسیومتر هم داره، ولی چون خیلی وقت نبود من نگفتم دو قسمت هستی آزمش برای توضیح دادم. البته قسمت های دیگرش هم همینطور که چجوری با مولتیمت کار کنیم یه مقدار برای توضیح دادم چجوری به من دیم، این هم جز آزمایش. سال دیگری نکنه میپرسن مقاومت لامپ خاموش چجوری اندازه‌گیری میشه؟ مقاومت لامپ خاموش اصلا نیازی نداره که توی مدار قرار گرفته باشه، با همین مولتیمت اندازه‌گیری میکنیم، یعنی مولتیمت رو میذاریم روی سمت اوم‌سنج. نگاه کنید تنظیماتش رو، حالا مثلا من میذارم روی 20 کیلو اوم مقاومتش رو، بعد چقدره؟ 200 بذارم. خب این قسمت یک کام داریم، گفتم که فیش همیشه یکیش تو قسمت کام قرار میگیره. برای اندازه گیری مقاومت دیگه کاری به فیشای آمپرسنج نداریم. به این قسمت که نوشته ولت اوم، نماد ولت، نماد اوم، وصل میکنم. بدون این که منبع تغذیه‌ای باشه، وسیله‌ای باشه، مستقیم به دو سر لاک، و این میشه مقاومت لامپ در حالت خاموش. بچه یه آزمایش آخر کتاب داریم که گفته دمای رشته لامپ ملتهب با اندازه گیری کنیم. با استفاده از این آزمایش با این عددا میتونه مقاومت لامپ تو حالت چرا ثابت نمیشه؟ از ملتی متر از میشه. بله. حدود 20. حدود 20 در حالت خاموش، در حالت روشن 31 بود. و این نشون میده که وقتی لامپ روشن میشه دماش افزایش پیدا کنه، مقاومتش هم افزایش پیدا کنه در اثر افزایش دما. این بچه چون رشته لامپش هم در حال تغییر دما الان یا که داره سرد میشه، در تغییرات دمایی رو مقاومتش اثر میده. اگر سوالی هست بفرمایید. خب دست شما درد نکنه، حالا اگه سوال دیگه ای داشتم بعد من تو کلاس جواب میدم، چون الان دیگه وقتشون هم تمومه. من بازم از شما تشکر میکنم، خیلی عالی بود. فقط یه لحظه بدون اون جنگله رو یه لحظه دیگه نگاهش کنیم ببینن نرمه. باش من دوربین رو آقای کلانتری قطع میکنم تا برم آزمایشگاه شیمی. به این صورت خب بچه آقای قاسمی با یک کبریت به این بزنید که بچه ها ببینن نرمه. ببینید پفه، ببینید بچه ها این پفه هستن. دست بزنم، دست بزنم بچه ها نگاه کنید. دستیاری بهشون خواهیم کرمیه پفه نرمه نرمه. کربن بر اثر اینکه بخارهای آب و گاز کربن دی اکسید از درونش اومده که بیاد بیرون پفش کرده. این همون خمیری که خمیر قنادی یا کیک پزی که بر اثر بگیم پود، یا خمیر نانوایی که بر اثر مخمر باد میکنه پف میشه. خب آقا کلانتری نماز آزمایش جنگلستی ها اگر امری نداریم ما از خدمت مرخص شیم. شما درد نکنه، خیلی لطف کردین، زحمت کشتین، عالی بود و بازم تشکر. خدا نگهدار، روز شما خانم کریمی، آقای قاسمی، آقای علایی، آقای کلانتری، دست همتون درد نکنه، خیلی عالی بود. انشالله که سلامت باشید، منتظر کلاس فرداییم برای پایه دهم. خیلی ممنون، در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار. شما خدا هست.